سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به ماجرای بچه دار شدن محمد خردادیان و مسخره کردنش میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. محمد خردادیان یکی از معدود چهره‌های مشهور ایرانیه که روزی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و با صراحت در پاسخ به پرسش‌های مصاحبه کننده گفت یک همجنسگراست. محمد خردادیان هنرمند ایرانیه که برخی اون رو مهمترین رقصنده ایرانی در سالهای اخیر میدونن. چند سالیه که بعد از اعلام عمومی همجنسگرا بودنش زندگی تازه‌ای رو شروع کرده. اون که سالها در لس آنجلس زندگی می‌کرد، مدتیه که به دبی مهاجرت کرده و اونجا فعالیت‌های هنری خودش از جمله آموزش رقص رو پی می‌گیره. او به گفته خودش در دو سال اخیر سنگ صبور بسیاری از همجنسگرایان ایران بوده. در مصاحبه‌ای از شرایط زندگی تازه خودش میگه و میگه من با یک پسر 21 ساله در ایران دوست شدم. شاید اون نخواد من نامش رو ببرم، ولی یکی از اعضای فامیلمون بود که در یک عروسی برای اولین بار دیدمش. یک ما با هم بودیم و من برگشتم دبی و برای بار دوم فقط به خاطر او رفتم ایران و حتی به زندان هم افتادم، چون فکر میکردم دیگه از تنهایی بیرون میام و کسی رو برای خودم پیدا کردم. به عشق اون همه ی زندگیم رو در آمریکا فروختم و اومدم به دبی و یک زندگی جدید رو با هم شروع کردیم. به اسمش خونه خریدم، براش اقامت گرفتم و کلی دردسر دیگه تا بتونم ویزای آمریکا رو هم برای اون بگیرم تا برای همیشه به آمریکا بریم. سرانجام تونستم ویزای یک ساله کار در آمریکا رو براش بگیرم. در اونجا تقاضای گرین کارت دادیم و وقتی که دادگاه عکسای ما رو با هم دید و به خاطر اینکه من در ایران به زندان افتاده بودم، خیلی سریع به اون گرین کارت دادم. اما بعد از اون وضع زندگی ما بد شد و من رو ترک کرد تا من دوباره تنها بشم. همجنسگراها هم مثل دوتا آدم با هم زندگی میکنن، مثل دوتا زن و شوهر. ولی من نمیدونم چرا همیشه مردم با شنیدن این واژه همجنسگرایی به فکر سکس میافتن. ببینید، از این مقوله سکس که بیایم بیرون، میبینیم که دو نفر با هم زندگی میکنن و از بودن با هم لذت میبرن، با هم همفکرن، کوهنوردی یا سوارکاری میرن. دوست دارم فقط یک نفر در زندگیم باشه و با هم زندگی کنه، چون که نیازهای همدیگر رو پر میکنیم. البته من بیشتر نیازهای روحی دارم تا اینکه به فکر سکس و رابطه جنسی باشم، ولی به هر حال هر رابطه‌ای هم بخشی از زندگیه و همش نیست. من عاشق ایرانیام و میخوام شریک آینده زندگیم یه مرد ایرانی باشه. به تیپای ورزشکاری خیلی علاقه دارم، چون خودم ورزشکار بودم. آدم چاق و دوست ندارم و کسی رو میخوام که به سر و وضع خودش برسه و در کل کسی که مثل خودم فکر کنه. چون من یک بار در عشق شکست خوردم، دیگه نمیخوام این تجربه تلخ رو تکرار کنم. من از چند سال پیش وقتی که در مصاحبه‌ای که با آقای امیر قاسمی در تلویزیون تپش داشتم و گفتم که همجنسگرا هستم، به طور ناخواسته تبدیل به الگوی همجنسگرایی در ایران شدم. از اون زمان به بعد خیلی ها از ایران به من زنگ میزنن و مشکلاتشون رو با من در میون میذارن. از همه جای ایران، از زنجان، بندرعباس و هر جایی که فکرشو بکنید به من زنگ میزنن. هم مردها و هم زنها. بعضی ها پشت تلفن گریه میکنن و میگن که تصمیم به خودکشی دارن و نمیتونن فشار خانوادهشون رو تحمل کنن و تن به ازدواج یا یه سری چیزهای دیگه بدن. من هم تا اونجایی که اطلاعات دارم به اونها کمک میکنم و سعی میکنم راهگشای اونها باشم. مثلا به اونها میگم اگه میتونن ثابت کنن که جونشون در ایران در خطره، به دفتر سازمان ملل در ترکیه برن و خودشون رو به اونجا معرفی کنن تا شاید بتونن به یکی از کشورهای غربی برن. در ایران متاسفانه معنای همجنسگرایی مترادف شده به تجاوز به یک پسر بچه و این مسئله خیلی مشکل ساز شده. در صورتی که اصلا اینطور نیست و مقوله همجنسگرایی در بین افراد بالغ شکل میگیره و خیلی شبیه به ازدواج یک مرد با یک زنه. این رقصنده در گفتگو با یکی از تلویزیون های لس آنجلس گفته
در سفر به ایران به خاطر انحرافات جنسی دستگیر شدم و به زندان افتادم. اما هم جنس بازی در آمریکا مشکلی نداره. من وقتی از زندان آزاد شدم و به دبی اومدم، با یه ورزشکار مقیم دبی آشنا شدم و غیر رسمی با هم ازدواج کردیم. چون در کشور دبی نمیتونیم به طور رسمی ازدواج کنیم، اما خونه ای داریم که در اون زندگی میکنیم و هر ماه به آمریکا برمیگردم و مدتی رو در لس آنجلس اقامت دارم تا به کلاس‌های رقصی که در این شهر آمریکا دارم بپردازم. این رقصنده که خودش رو الگوی بسیاری از همجنس بازان آمریکا میدونه گفته این موضوع از دوران بچگی در من وجود داشته. از زمانی که در مدرسه مشغول به تحصیل بودم به معلم بالرین مدرسه معرفی شدم و سپس به کشورهای مختلف سفر کردم تا با رقصای اونها آشنایی پیدا کنم. در زمانی که تنها 18 سال داشت با خانومی به نام جین بینی آشنا شد و یک سال بعد زندگی مشترک خودش رو تشکیل داد. جین بینی یکی از بالرین هایی بود که به ایران دعوت شده بود. ازدواج این دو چهره 9 سال به طول انجامید و سرانجام بعد از 10 سال آشنایی و زندگی مشترک از همدیگه جدا شدند. گفته میشه دلیل اصلی جدایی این دو چهره میل جنسی متفاوت محمد خردادیان بود. همسر سابق اون هم به دلیل عشق فراوانی که به اون داشت یک کتاب رو به قلم تحریر در آورد و خاطرات 10 سال زندگی مشترکش رو به اشتراک گذاشت. او در این کتاب به میل جنسی متفاوت همسر سابقش اشاره میکنه. محمد خردادیان رقباس ایرانی بود و پدرش عباس خردادیان به عنوان نخستین سپرساز فلوکس در ایران معرفی میشد. پدرش اصالتاً اهل قزوین بود و مادرش از اهالی سبزوار بود. با این وجود وی در استان تهران متولد شد و در همونجا بزرگ شد. ایشون در مصاحبه‌ای در مورد ماجرای علاقش به همسرش و ماجرای بچه دار شدنشون گفته اون زمان که من تمایلم به همجنسگرایی بیشتر شد یه شخصی به من گفت اگه بچه دار بشی و بچت به دنیا بیاد تمایلت کم میشه و مسیر زندگی نسبت به گرایشت به آقایون کم میشه ولی دیدم اشتباه اولو که ازدواج بود انجام دادم دیدم نمیشه با اشتباه اول اشتباه دوم هم انجام بدم و چون خوشحال نیستم از این موضوع گفتم فردا بچم میره مدرسه امکان داره دوستاش مسخرش کنند که پدرت گی هست و بیاد بگه تو که اینجوری بودی چرا منو به دنیا آوردی؟ برای همین هم هیچ وقت بچه دار نشدم و تمایلی به این کار هم نداشتم. به خانومم هم گفتم من اشتباه کردم و همون سالها هم یک کتاب چاپ کرد که به نام از عشق محمد بود. و این کتاب ماجرای یه مثلث عشقی بود که ایشون عاشق من بود من عاشق یه پسر دیگه. محمد خردادیان گفته ما توی خانواده بزرگ شدیم که 4 تا بچه بودیم و توی ماها فقط من اینجوری به قول خیلی ها آنورمال شدم و بقیه بچه ها زندگی خوب و عادیشونو میگذرونم. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.